سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اینجا تست ورسی انواع قفلا رو براتون می‌ذاریم. چنل مستریکیه، محمد هستم. امروز میخوام بهتون یاد بدم از کجا قفل خوب و از بعد یه مقدار خودتون بتونید موقع خرید تشخیص بدید. اگر از این محتوا خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، ایده سوال یا نظری هم دارید توی کامنت ها برام بنویسید، اینکه توی ویدیوی بعدی براتون ازش استفاده کنم. از اونجایی که من زیاد قفل به درد نخور ندارم، قفل به درد نخور من تو قفل آویزی که دارم این مدله، سرب خشکه، یه مقدار زدگی داره، کلیدش آهنیه، که البته حالا اکثر قفل کلیدشون آهنیه، بعضن هم برنجی. ولی برای خرید قفلای خوب اول از همه توی نکته اول دوستان سعی کنید قفلتون برنجی باشه. حالا این نکته بذارم اینجا، قفلای آویز برنجی از کوچیک دارم تا بزرگ. اینایی که میبینید همشون قفلای برنجیه، که توی تمام اینا ویرو ایتالیا و میستر آمریکا و این مدل ایفل از همشون بهتره. و اینی که میبینید این اصلا چیز عجیب غریبیه، مارک SOL سول. چیزی که توی این قفل آویز برای من خیلی عجیب و جالب بود و خیلی دوستش داشتم که الان نگهش داشتم این بود که این قفل کامل برنجه. این خیلی عجیبه برای من. میله برنجی، بدنه برنجی، کلیدا برنجی، حلقه، حالا حلقش عوض شده، فکر کنم اون موقعی که چیز بوده حلقش هم برنجی بوده، ولی کلیدا فابریک، قفل سیاه تمیز نو. این خیلی قفل جذابی بود واسه من، بیشتر به خاطر برنجی بودن میلش رو ندیده بودم اصلا، فکر نکنم هم داشته باشیم همچین چیزی. یه چیز عجیب غریبی. و اول از همه که دنبال بدن برنجید، بعدش دنبال چی بشید؟ کلیدش تو حالت معمول قرار نگیره. الان از اینجا به اینور کلیداشون تو حالت معمولیه، ولی کسی نمیاد به شما بگه این قفل رو بخف. اگرم بگه، وقتی برگرده به شما بگه قفل ایتالیایی ویرو دارم بهتون میدم مثلا این سایزشو 600 تومن، 700 تومن، یه قفل دیگه دارم با همین سایز مثلا 150-200 تومن، شما نمیای اینو بخری. پس بنابراین طرف ترجیح میده این قفل برای خودش حتی نگه داره و حتی نفروشدش، اینجوری بگم. پس اینا رو شما به نظر من واسه خریدتون فاکتور بگیر، بذار کنار. شما برو دنبال قفلی که کلید خاص داشته باشه. مثال توی این قفل آویز اینه، بسیار امنیت عالی داره، عمرن اگه زیر دست کسی، حالا کسی که شاید از 100 نفر یک نفر، از 200 نفر یک نفر بتونه این قفل رو باز بکنه. این میشه قفلای آویزی. میریم سراغ قفلای کتابی. باز هم تو وهله اول سعی کنید قفلتون سرب خشک نباشه. این قفل رو من 10 بار باز کردم، این قفل رو من چند بار توی ویدیوها باز کردم، الانم باز یه بار دیگه براتون بازش میکنم. توی این قفلا دو تا چیزشون خیلی بده. اولا که من خیلی بارها و بارها گفتم از قفلای که طرح چکشی دارن استفاده نکنید. اینا دقیقا همون قفلا با همون طرح چکشی. خب این موضوع اول. این قفل من نمیدونم چرا دوربین رو که میبینه یه ذره برای من صفر بازی در میاره. اصلا تایم، ببین اصلا هیچ گونه تایمی نمیبره باز کردن این مدل قفلا، یعنی با اسباب بازی فرقی نداره. که البته الان یه نکته دیگه هم بهتون میگم که به اون هم بتونید توجه کنید 100%. یه سری برندا هستن کلن آقا جان امنیت نداره قفلاشون، که دقیقا همین یکی دستمه. حالا بیا اینو الان تا سو هم چیز کنم اینجا باز نمیشه. اون وقت موقعی که دوربین رو نمیذارم میخوام برای کسی امتحانش کنم، این سیم داخل نرفته، این قفل باز میشه. شهر عجیبیه آقا بخیال، من این قفل 100,000 بار بازش کردم، الان نیت باز کردن قفل نیستش،
نیت اینه که بهتون بگم چطوری قفل خوب و بد رو تشخیص بدید. اولا که اصلا از قفله چکشی تره چکشی استفاده نکنید. دوم این برند الان اینو میذارم کنار، اینو باز براتون توضیح میدم، از اینا استفاده نکنید، مخصوصا اینکه کلیدشون خیلی ساده باشه. مثلا این هست قفل گیره، درسته که توی ویدیوها دیدید من باز میکنم، ولی اکثر کتابی های گیرا باز کردنشون برای هر کسی ممکن نیست. دوستان یه چیز سومایه های همینه، شاید از هر 200 نفر یک نفر بتونه باز کنه. اینی که میبینید من اینجا باز میکنم بدون هیچ استرسی روی یه میز کار با تمام ابزارهایی که دلم میخواد، همه چی جلومه. چند بار قبل ویدیو امتحان میکنم، چند بار بعد از ویدیو امتحان میکنم. یه چیزیه که ببین تو دسته خب، ولی این که روی کار باشه و شما استفاده کنی و از این که دوز بیاد به تاثیر، نه این به نظر ما منطقی نیستش. چیزی که اینجا به تو معرفی میکنم مطمئن باشید در حدی هستش که براتون تا حد قابل توجهی امنیت رو بیاره. قفل گیرا رو میتونید استفاده کنید، بعد از اون میتونید برید از اونایی که جنس برنجی دارن، و اگر میخواید با کلید خاص‌تر باشه از این مدل استفاده کنید، کلیدهای دوبل پله‌ای، حالا یا همون کامپیوتری دو لبه، دو مثلا دو ردیف ساچمه، اینا خیلی جنس‌های بهتری داره، خیلی به ندرت باز میشن. باز میریم سر وقت قفله کلید ناودونی، اینا هم جنس‌های خیلی خوبی دارن، استیل، وزن خیلی خوب. دوستان حالا توی یه سری چیزا شاید بخوام بگم به وزن نیستش کیفیت خوبه، ولی فهم خود بین، ولی توی قفل ها یه سری چیزا هم به وزن خیلی مرتبطه. مثلا وزن این و اینو اصلا قابل قیاس نیست، یا اصلا این که اصلا مثل اسباب بازیه. اینا رو خیلی دقت کنید توی خریدتون. قفل های کتابی هم میذارمشون کنار، میریم سراغ مغزی در چوبی. اول از همه میرم سراغ این دو مدل با کلیدهای بسیار معمولی. اگر میخواید مغزی استفاده کنید بازم میگم شرط اول سعی کنید کامپیوتری باشه، شرط دومی صداست. میبینید اصلا انگار توی قفل، توی قفل انگار خالیه، قفل بسیار سبکه. الان اینو میبینید این مغزی برنجه ها، اصلا همه چی قفل داره تکون میخوره. حالا اینو بخوام با یه دونه مغزی بهتر مقایسه کنم، فقط این زبونه این تو داره تکون میخوره، ولا غیر هیچ چی برای تکون خوردن نداره. اصلا چرا باید چیزی تکون بخوره؟ هرزی رو میبینی چقدر کمه؟ قشنگ از این ور قفل میاد تا این ور قفل. تو پیای اینا درست برنجی، ولی وسطش تمام خطاشو گرفتن، فقط در حد چرخیدنش دور تا دور ساچمه رو پوشوندن که ساچمه بالا نرید و قفل به هم نرید. اگر نه برنجی بودن این مدل اصلا به هیچ دردی نمیخوره، یا این مدل اصلا به هیچ دردی نمیخوره. کلیپ باز شدن اینا رو هم چندین بار گذاشتم، ولی خب موضوع ویدیوهاشون چیز دیگه ای بوده، ولی باز هم الان یک بار دیگه براتون خواهم اینا رو ببین. باز شد تمام، میبینید شاید برنجی باشه به اسم، ولی از لحاظ کیفیت ساخت و اینا من چیزی توی این قفل ها نمیبینم که بخوام اصلا برای مشتری بندازم و بگم استفاده کن، خیالتون راحت باشه. به هیچ عنوان این قفل چرخید، قفل اصلا هیچ وظیفه‌ای در قفل. بذارم اصلا با سیم ساده هم بذارم یه تستش بکنم، اصلا دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی فکر میکنم استعداد باز شدن با یه دونه سیم ساده رو هم داشته باشه. حالا این جاده است، بیا سیم رو ببین، سیم صاف صاف آینه است.
قفل چرخوند. این قفل اصلا به هیچ عنوان ارزش استفاده کردن رو نداره. نه این برنجیه، کلیدش کامپیوتریه یا کلیدش معمولیه، بدنه برنجیه 9 سانته. اینا اصلا هیچ کدومش هیچ شرطی برای باز نشدن به شما نمیده. و توی این مدل هم خواستم اونو بهتون بگم، البته برندشون انگار فرق میکنه. ببینید این موبین نسه، این مدل ایساتیسه، اینا زیاد کیفیت های خوبی ندارن، ایرانی هم هستن، ولی خب متاسفانه داره هزینه هم میکنه، کارم داره میکنه اینا هم توضیح، ولی خب واقعا ارزش خرید نداره. توی قفلای توی مغزی در چوبی بهتر اینه که دوستان اول از همه که میبینید مغزی به صورت برنجیه، اگر شما حالا برنج رو بشناسید، رنگ برنج یه مقدار مشخص، رنگ برنج خوب، اینا خب 100% قاطی هم دارم. این برنج دقیقا رنگ رو میبینید، تفاوت رنگ رو اینو با این دوستا میبینید، این قشنگ براق، این دوستا رو نگاه، آره این دوستا رو نگاه، اصلا بقیه شون رو نگاه کنید، اصلا فقط اسمش برنجه. اولا که توی قفلو اول سعی کنید تمیزی کارو خیلی دقت کنید، اول از همه بیاد روی تمیزی کار. اینو الان میبینی یه نقطه هم اینجا داره، یه خار اینجا کوبیده شده داخل، بعد اینکه ضد دریله، این خار فولادیه، دریل که میخوام بکنن این تو ساچما رو بریزن بیرون و در رو باز کنن، این خار فولادی تا حد زیادی جلوشون رو میگیره، اول باید اونو بشکنن دریل کنن یه هزار تا هزار جور ور برن تا بعد بتونن ازش عبور کنن. بعدش سعی کنید شما کلید رو ببینید. توی این بازار خرابی که فعلا مثلا برندهای خوب وجود نداره، کسی نمیاد به شما سیزا یا ایزو ایتالیایی بده. توی این شرایط شما میتونید از این مغزیایی که حالا خودم به دفعات معرفی کردم استفاده کنید. این مغزی برندش ایبنه، واقعا هم جنس خیلی خوب، میتونید از این استفاده کنید، اصلا میتونید به خود من سفارش بدید از طریق پیج اینستاگرام که همین بالا الان براتون مینویسمش. ببینید این قفلو یه خار نشکن اینجا داره، یه دونه شیار اینجا گذاشتن که اگر با انبر قفلی قصد شکوندن قفلو داشتن از اینجا شکسته بشه و دوباره سه ردیف ساچمه این پایین براش بمونه به اضافه ساچمه شیار ماریش، چون این قفل دو شیاره، یه ردیف کلید کامپیوتریه و ردیف دیگه شیار ماری میشه. حالا از این قسمتی که بشکنه به بعد یه دونه تسمه فولادی قرار دادن که امنیتشو خیلی بالا میبره، باعث میشه نتونن قفلو بشکنن. کلیدش هم اگر بخوام بهتون نشون بدم این مدله که کلیدای معمولی کامپیوتری داخلش نمیره، یعنی با سیم و اینام نمیتونن روشی شرکتی بزنن. یک ردیف شیار مادی داره، یک ردیف هم کلید کامپیوتری که ساچمه‌هاش هم بسیار خوب و تمیز سر جای خودشون قرار گرفتن. توی اکثر قفله هم که اگر شما میبینید این زبونه توی حالتی که کلید داخل نیست بیرونه، به خاطر اینه که کلید بدون مغزی از داخل کلید باشید، مغزی بدون کلید از داخل در بیرون نیاد، که اونم حالا من نمیدونم برای چیه واقعا این داستان، ولی خب یه سری قفلا اینجوری هن، مثلا سیزا اینطور نیست، ایزو دقیقا همینطوریه، یا خود ایبن همینطوریه، اکثر مغزی ها الان اینطوری شده. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین، به دردتون خورده باشه و توی خریدتون تا حد زیادی بتونه کمکتون کنه دوستان. و یه چیزی که همیشه سعی میکنم بهتون گفته باشم و از من داشته باشه، قبل از اینکه اتفاقی بیفته سعی کنید قفل بخرید، چه از من چه از دیگران چه از جاهای دیگه، نذارید اتفاقی بیفته دچار پشیمونی بشید بعد به قفل بخرید. شما با نهایتا 2-3 تومن هزینه میتونید خیلی قفلای واقعا عالی بگیرید که امنیت به شدت خوبی براتون بیارن، که حالا برای هر جایی هم خواستید بازم میگم میتونید با خود من
مشاوره کنید، مشاوره بگیرید، صحبت کنید، بهتون توضیح میدم از چه برندی بهتره برای چه جایی، با چه امنیتی استفاده کنید تا همون مبلغی که خودتون راحت ترید هزینه کنید. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. اگر سوالی چیزی داشتید حتما توی دایرکت ازم بپرسید، دایرکت اینستا زیر پست کامنت ها لایک کنید و اینکه سابسکرایبم یادتون نره. خیلی مخلصم، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.